این عکس کاوشگرای بریتانیایی که در ژانویه 1912 به قطب جنوب رفتن. همه افراد توی این عکس بعد از گرفتن عکس مردن. اونا حتی از این اکتشاف خوشحالم نشدن، چون وقتی رسیدن به قطب جنوب صحنه عجیبی رو دیدن. این عکس خط پایان مسابقه به سوی ناشناخته. دوستان عزیز سلام، امیدوارم کالتون خوب باشه. من محمد ولیان هستم و در این ویدیو قراره در مورد داستان عجیب کشف قطب جنوب صحبت کنم. داستان دوتا تیم که هر کدوم میخواستن اولین نفراتی باشن که به قطب جنوب میرسن، یه تیم بریتانیایی و یه تیم نروژی که هر کدوم 1450 کیلومتر رو توی سرزمینای پوشیده از یخ طی کردن تا قبل از اینکه زمستون فرا برسه به جای امنی برسن. با من همراه باشید. تو نگاه اول این عکس پیروزمندانه برای بریتانیایی هست، با این تفاوت که این پرچم نروژه. صحنه عجیب و تلخی که بریتانیایی ها میتونستن ببینن وجود پرچم نروژ قبل از رسیدن اونا به اونجا بود. ولی این تازه شروع ماجرا بود. داستان خیلی تلختر میشه. رابرت فالکون اسکات یه برنامه ریز دقیق بریتانیایی بود که رویاش این بود اولین نفری باشه که به قطب جنوب میرسه. رابرت به همراه تیم دانشمندا و کاوشگراش سالها در مورد قطب جنوب و چرخهای فصلی توی این قطب تحقیق کردند. اونا میدونستن که سفرشون رو باید با شروع تابستون شروع کنن و قبل از تمام شدن تابستون هم برگردن و الا یخ میزدن. هدف اونا پیدا کردن یه بازه زمانی مناسب برای یه سفر بی خطر بود. این خطوط نشون میدن که میانگین دما در طول سال طبق نمودار چقدره. تابستونی که از منفی 30 تا 10 درجه متغیره و افت شدیدی که از حدود آوریل شروع میشه. اونا باید تا بالای یخچال 200 کیلومتر و بعد از اونم برای رسیدن به قطب 560 کیلومتر رو پیاده میرفتن، در حالی که کلی وسیله داشتن و باید همین راهو پیاده با همون وسایل برمیگشتن. اسکات تصمیم گرفت در شروع سفر از اسبای نژاد پونی که تحمل زیادی توی سرما دارن استفاده کنه، که البته میشه گفت یکی از دلایل شکستش همین مسئله بود. اونا سفرشون رو شروع کردن ولی انگار توی این سفر تنها نبودن. رولد آمونتسن کاشف نروژی همون نزدیکی ها اردو زده بود. اون میخواست خودش اولین نفری باشه که به قطب جنوب میرسه. تیم نروژی که همشون اسکیبازهای متخصص بودن میدونستن چجوری باید تو شرایط سرد سفر کنن. اونا سگای تربیت شده ای برای همچین سفری داشتن. آمونتسن 100 کیلومتر به نقطه مد نظر به قطب جنوب نزدیک تر بود، ولی مسیری رو که انتخاب کرده بود خیلی پرخطر بود. اونا نمیدونستن تو این مسیر با چی روبرو میشن. هر آن ممکن بود یه نفر از اونا تو یکی از یخچالا سقوط کنه و تحقیقات به پایان برسه. ولی خب اینطور نشد. وقتی اسکات به هدف خودش رسید، پرچم آمونتسن اونجا دید. اتفاق واقعا تلخی برای این تیم بود، اما نه به تلخی اتفاقی که انتظارشون رو میکشید. آمونتسن و تیمش 5 هفته زودتر از انگلیسیا سفر خودشون رو شروع کرده بودن و تا قبل از اینکه اونا به قطب جنوب برسن به نقطه شروعشون برگشته بودن. سفر اونا با موفقیت تموم شد، اما تیم اسکات الان تازه رسیده به قطب جنوب. اسکات به همراه تیمش با ناراحتی این عکس رو بیرون از چادر گرفتن. اسکات می نویسه: یاد داشتی گذاشتم که بگه من با همراهان از چادر بازدید کردیم. باورز در حال عکاسی و ویلسون در حال طراحیه. ما حالا به هدف جاه طلبانمون پشت کردیم و باید 800 مایل وسایلمونو در برگشت حمل کنیم و با رویاهامون خدافرسی کنیم. اما اینجاست که درد سر شروع میشه. این عکس برای اواسط ژانویه است، یعنی اوج تابستون قطب جنوب. این نمودار رو یادتونه؟ طبق تحقیقات تیم اسکات 3 ماه مونده بود که دما در راس آیس شلف، یعنی آخرین مرحله سفر، به سطح مرگبار خودش برسی، که خب زمان زیادی برای برگشت بود. اما برخلاف تمام سالها این اتفاقی نبود که در سال 1912 افتاد. در واقع این نمودار دمای اون ساله، چیزی که تیم اسکات اصلا پیشبینی نکرد. روزهای متوالی با دمای منفی 40 درجه. واقعا مرگباره. شرایطی که هیچ کس به صورت طولانی مدت نمیتونست تو اون دوام بیاره. اولین عضو گروه تو راه بازگشت در دره سقوط میکنه.
توی یخچال افتاد و در اونجا به کما رفت. نفر بعد، یه ماه بعد، بعد از فلج تقریبی دستا و پاهاش بر اثر سرمازدگی، احساس کرد که داره جلوی حرکت تیمو میگیره و ممکنه باعث مرگ بقیه اعضا بشه. پس با آخرین توانی که براش مونده بود از چادر رفت بیرون و دیگه برنگشت. سه نفر آخرم از جمله اسکات قبل از گیر افتادن توی کولاک خودشونا به 17 کیلومتری انبار تدارکات رسوندن، جایی که میتونست جونشون رو نجات بده. کافی بود بعد از طی کردن این همه مسیر فقط 17 کیلومتر دیگه دووم می آوردن. تیم اسکات 1450 کیلومتر رو برای رسیدن به قطب رفتن. بیشتر این مسیرم برگشته بودن و حالا فقط 17 کیلومتر مونده بود. چادر اونا 8 ماه بعد توسط تیم جستجو پیدا شد به همراه عکس‌ها، نوشته‌ها و البته جسدها. اما نقشه اسکات باید کار می‌کرد. تمام ایستگاه‌های هواشناسی تایید کرده بودند که پیش‌بینی اسکات از اون تابستون کاملاً دقیق بود. اما چیزی که هیچ کس نمیدونست وجود یه ناهنجاری بود. یه تغییرات دمایی که هر 15 سال یه بار اتفاق میفته و دقیقاً در سال 1912 اتفاق افتاد. اسکات به همراه تیمش جونش رو در این راه گذاشت. ولی اونا نمیدونستن که آغاز کننده یه کاری برای آیندگان بودن. سالها بعد انسان در این مکان پناهگاهی رو ساخت. پناهگاه آمونسن اسکات. امروز دائما انسان در قطب جنوب حضور داره، اما با وجود شرایطی مثل سرمای منفی 10 درجه در گرمترین روز سال، هوای خشک به طوری که همیشه با خشکی آب بدن و پوست مواجهی، طوفانای طولانی و غیره و غیره، فقط با نیروی اراده همچین کاری ممکنه. ولی هنوزم با این همه تکنولوژی ایستادن در برابر طبیعت سخته. این ایستگاه در زمستون میزبان 45 نفر و در تابستون میزبان 150 نفره که باید بگم این ایستگاه توسط آمریکا هم کنترل میشه. سال 1956 مهندسا تو این نقطه با سختی با چوب یه سازه ساده که بخشی از اون پیش ساخته بود و بنا کردن. ولی خب خیلی سریع رفت زیر برف. راه حلی هم نداشت. هر چقدر این سازه بلندتر می بود، آخرش طی چند تا زمستون و چند تا طوفان زیر برف دفن میشد. بماند که ساختن یه پناهگاه که ارتفاعش زیاد باشه چقدر سخته. سال 1974 یه سازه گنبدی رو روی ساختمونای از قبل ساخته شده قرار دادن، ولی خب این گنبد هم هر سال زیر برف دفن میشه و اول هر تابستون باید نیروها مشغول پاکسازی اطراف گنبد از یخ و برف میبودن. در جایی که اووردن تجهیزات فقط با هواپیما ممکنه، این کار خیلی سختیه. ایالات متحده تصمیم گرفت که یک کار دائمی انجام بده، یعنی یه پناهگاهی ساخته بشه که زیر برف دفن نشه، نیاز نباشه هر زمستون اطرافش تمیز بشه و چون تجهیزات کمه خیلی هم ارتفاع نداشته باشه. نتیجه شد این سازه‌ای که میبینید، خود ساختمون به شکل بال هواپیماست که لبه روبه جلو داره. این کار هوا رو به سمت پایین هل میده که باعث میشه باد هدایت شده خودش برفا رو تمیز کنه. خب قطب جنوب واقعا یه بیابونه و خیلی برف نمیباره، حدوداً 20 سانتی متر در سال، ولی چون دما هرگز بالای صفر نمیره، همین مقدار برف هیچ وقت آب نمیشه. از طرف دیگه سطح قطب جنوب کاملا مسطح و بادها برف‌ها رو به همراه میارن. پس اطراف هر ساختمون همیشه پر از برف میشه. هر چند این سازه طوری ساخته شده بود که این اتفاق براش نیفته، ولی بازم برف زیر و اطرافش رو پر میکنه. پس پر طوری طراحی شده که هر 10 تا 15 سال چند فوت افزایش ارتفاع بده. میدونیم که تیم اسکات برای تحقیقات به قطب جنوب رفته بود، اما سوالی که پیش میاد اینه که الان چرا انسان ها اونجا حضور دارن و این همه برای حضورشون در اونجا هزینه میکنن؟ خب اگه از یه زمین تخت گیرا بپرسیم، میگه که چون احتمالاً زمین تخته، قطب جنوب آخر دنیاست و ناسا اونجا رو کنترل میکنه که کسی از واقعیت دنیا با خبر نشه. اما واقعیت چیز دیگه است. برای تحقیقات اونجا حضور دارن. مثلا یکی از مهمترین بخش ها نجومه. توی نقاط مختلف کره زمین بخار آب کم یا زیاد وجود داره که مانع دید کافی تلسکوپ ها میشه. یعنی اگه کسی بخواد کهکشانایی که میلیاردها سال نوری از ما فاصله دارن و رصد کنه، نیاز به فضایی بدون ذره ای غبار، بخار و یا آلودگی داره. کاری که تو قطب جنوب به خوبی پیش میره.
در واقع تلسکوپی که در قطب جنوب هست کهکشانای بیشماری رو کشف کرده. این تلسکوپ یکی از چند تلسکوپایی بود که در مجموع سال 2019 تصویر مستقیم از سیاه‌چاله رو گرفتن. اولین عکس از سیاه‌چاله. جدای از نجوم، تحقیقاتی هم روی آب و هوا و اتمسفر انجام میشه که توی این تحقیقات دل یخ‌ها رو مطالعه میکنن. در واقع شکافتن این یخ‌ها مثل شکافتن لایه‌های سنگ تو زمین شناسیه، شکافتن دل تاریخ. البته تحقیقات اونجا انجام نمیشه، اونجا فقط افرادی حضور دارن که دستگاه‌ها رو کالیبره کنن و بتونن نمونه‌ها رو ارسال کنن به کشور مرجع. خب اینم از داستان اسکات و آموندسن. از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید بسیار از شما ممنونم. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.